عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز، یاران گرامی. دومین کلیپی است که من در خدمت دوستان هستم. اون کلیپ اول رو آقای دانا لطف کردن و در کانال خودشون گذاشتم و خدا رو شکر میکنم که مورد توجه دوستان قرار گرفت و دوستان راضی بودن. پیام های محبت آمیزی داشتید، تشکر میکنم از لطفتون. امیدوارم که بتونم لایق باشم نسبت به این همه ابراز لطف. فقط یک کامنتی رو در اون برنامه یکی از دوستان برام نوشت، یه خورده ای منو اذیت کرد. حتی من در کامنتشون جواب دادم به کامنتیشون و دیگه پاسخی هم ندادن. ایشون تو کامنتشون نوشته بود که شما که انقدر گلی، انقدر فهمیده ای، چرا دین اسلام، چرا مسلمانی؟ حیف نیست؟ دین اسلام دین سربریدنه، نمیدونم دین خشونته. من در جواب بهشون گفتم خب کدوم دین؟ یه دین شما به معرفی کن. مثلا دین هیتلر خوبه یا دین ترامپ خوبه، دین ملکه الیزابت خوبه، اینا دین خوبیه؟ آقای رایف پور یک کلیپی رو فرستاده بود، مثلا داخلش نوشته بود که هر کدوم باید مثلا هیتلر و استالین و اینا مثلا چقدر آدم کشتن، میلیونی آدم کشتن، میلیونی. بعد اونا به دین ما میگن دین خشن. ما که حالا کسی نیستیم، ما یک مل انگشت بزرگان علمای دینمون نمیشیم، اما همینی هم که هستیم که خب خدا رو شکر مورد توجه شما دوست عزیز قرار گرفتم، اینم هم به لطف همین دین اسلامه. من دست پرورده مولا امیرالمومنینم، من دست پرورده حضرت ابو عبدالله حسینم. از کجا معلوم اگر یک دین دیگه ای نداشتم مورد توجه شما قرار می گرفتم؟ اصلا شاید مثلا مسیحی می شدم از این من نگاه هم کنم. بستگی داره که ما از دین و مذهبمون چه برداشتی داشته باشیم. دینم عالیه. به من مذهبی اومده گفته که تو چه دینت اسلام. خیلی خبر نداشت که اولش گفتم با من خودم آخوند بودم. در مورد دو تا آدمیزاد میخوام صحبت کنم. دو نفری که موقع روبروی دوربین نشستن، دست تو جیب خودشون نکردن و کوپناشون رو در نیاوردن و به کوپناشون نگاه کنن ببینن که چقدر کوپن دارن و تا چه اندازه میتونن حرف بزنن، چجوری حرف بزنن. چند وقت پیش یک برنامه رو آقای شیخی اجرا کرد و در پاسخ به توهین‌ها و اهانت‌های یک آدمی که متاسفانه اسم خودشونو میزنن مذهبی، من اون برنامه رو که دیدم شاید باورتون نمیشه، کاردم میزدن خونم در نمیومد. یه آدم برای دو تا پاداش، دو تا دستاش، آدمیزاد بود، اومده دوربین گذاشته جلوی خودش و تا
تصمیم گرفته که امید دانای عزیز رو نقد کنه. ای کاش نقد میکرد، توهین کرد به امید. علی آقا رو میگم، من چون امید برنامه میسازه اسم اینا رو خط میزنه روی اسماشون، منم دیگه اسمشون رو نمیارم، میگه بود میشن. منم چون برنامه از طریق امید جان در کانالشون پخش میشه، اسمشون رو نمیارم، اسمشون علیه. و با همه طرف هم کار داره. علی آقا موقعی میخواستی برنامه بسازی، بی معنی میخواستم این بیام جلوی این دوربین بشینم و با دوستان صحبت کنم. تقریبا یک هفته است که دارم همه حرفامو مرور میکنم، هی صحبت میکنم، اینو بگو، اینو بگو، از اینجا برو اونجا، اینو سعی کن نگی، این کارو نکنی، اینجور نگی. آیا این کارو کردی شما وقتی که میخواستی برنامه‌ریزی برای امید جان؟ نکرد. دوربینو گذاشتی جلوت و به خودت اجازه دادی هر جوری که دلت میخواد حرف بزنی. خب اون شب آقای شیخی عزیز افشین قشنگ بهت حال داد، ولی باب میل من نبود. گفتم امشب خودم بیام، شنگ مجلسی بشونم ات بذارم ات کنار. پسر چند سالته؟ رفته جلو آینه نگاه کردی، نه ماشاءالله هیکلت درشته، گوشتیه. بعد گفتی خیلی خوب، پس میتونم هرچی دلم میخواد بگم. آره؟ تو به خودت جرأت دادی به امید دانا توهین کنی؟ تو به خودت اجازه دادی که امید رو نقد کنی؟ قبل از اینکه برنامه رو میخواستی بسازی، ای کاش آقای شیخی اون شب گفته شما با از دستندرکاران مؤسسه مساف با آقای رائفی پور هستی. من بعید میدونم که شما توی اون مؤسسه نقشی داشته باشی، ولی اگر واقعا تو مؤسسه نقش داری، فاتحه اونجا رو باید خون. بی خود نیست که اصلا مؤسسه مساف عمل کردی نداره، اصلا رزومه این نداره، کاری نداره. ما اسمی از مؤسسه مساف نمیشنویم جز خدای یاری پور صحبت کنیم. و چون شما ها دستان در کار میشتی، چون شما ها دارید اونجا رو میچرخونید، نموش بچه که نمیشه. ما فقط در مؤسسه مساف و اصلحش رو دیدم، پسندیدم، خیلی هم خوش آمد. فقط خود آقای رائفی پور، بقیه هیچ، برید کنار، بقیه تون هیچ، فقط خود آقای رائفی پور. وقتی که میخواستی اون برنامه رو بسازی و شروع کنی توهین کردن به امید دانا، ای کاش مثلا با خود آقای رائفی پور یه مشورتی میکردی. آقای رائفی پور من خواستم دارم یه همچه حرفایی بزنم، ببین چی بهت میگه. هیچ برات سوال پیش اومده که خب الان مثلا امید تقریبا 10 سال جلوی در 10 سال جلوی دوربینه، 5 ساله که داره برای ایران شمشیر میزنه. هیچ برات سوال پیش اومده که چرا تا حال آقای رائفی پور آقای دانا رو نزده؟ آقای امینی چرا آقای دانا رو نزده؟ مثلا برات پیش نیومده چرا سعید قاسمی، آقای پناهیان، آقای مثلا ازقدی یا آقای اینه چرا امیدو نمیزنن؟ نه. بذاریم بهتر خدمت شما بگم، وقتی که امید برنامه میسازه، آقای رائفی پور، آقای امینی، آقای ازقدی میدونی اینا چی میگن وقتی که برنامه امیدو میبینن؟ میگن بتاز، شمشیر بزن، آره ایرانگرایی، آره ایران، ایران ملیت، تو شمشیر بزن. آقا خامنه‌ای پادشاه تمام، بزن تو اپوزیسیونو، بزن تو فقط تجزیه طلبا رو بکوش، هر جا
جوری خواستی، هر چیز از هر الفاظی دلت خواست استفاده کن، فقط بزن. اونا اینو میگن، اونا دارن از امید استفاده میکنن. میفهمی این چی؟ میگن آره هر چی تو میگی، آره امپراتوری ایران بزرگ، اینجا بس مال با بشه، اونجا بس مال، آره آره آره، فقط شمشیر بزن. اینا که برنامه میسازن میدونی امید چی میگه؟ آی آی فیگور برنامه میسازه سپاه الان امروز یه ناف ساخته به نام شهید سلیمانی. امید میدونی چی میگه؟ آره آره، حضرت علی، تشیع، دین مبین اسلام، ولایت مطلقه فقیه، مقام عظمای ولایت. آره آره، هر چی شما، فقط بساز. آره بساز امام زمان، آره بساز بساز، تو ایران منو بساز. همدیگر رو دارن هول میدن به جلو. اینا امید دارن هول میدن، امید اینا رو داره هول میده. چهار تا الف بچه مثل تو افتادین جلوی دست و پای اینا، خیال کردی علی آبادم شهر تو نشستی میخوای امید دانا رو نقد کنی؟ تو میخوای امید رو کاش نقد میکردی، تو توهین کردی. این برنامه، این کلیپی که من دارم آماده میکنم فقط به خاطر توهین های توه، که هر چی که لایق خودت بود به امید نسبت دید. اومدی داری یک، ببین وقتی میگم نمیفهمی داری یه برنامه میزی، نمیفهمی داری چی میگی، دلیل دارم. اومده میگه تو چرا تو توییتت به یک زن شیعه، به یک ناموس شیعه توهین کردی؟ ببینید امید دارا در جواب یک خانومی که ناموس این آقا باشه برگشته گفته که آره، معذرت میخوام از خانمای عزیز، کرست هم داریم، سایزتو بگو تا فلان کنیم بسار کنیم. ببین تو هنه اینقدر نمیفهمی که این جمله امید که آره فلان چیز هم داریم، این یه عقبه ای داره. یعنی یه کسی یه سوالی قبلش پرسیده و امید این جوابو داده. بعد تو یه سطل آب گذاشتی جلوت، هی میگی داری به ناموس شیعه توی به آیا آب میخوری؟ رگ غیرتت زده بیرون؟ این ناموس توه، ناموس ما نیست. ببینید ما خونه بابا اینا یه جوبی جلو در خونه شون دارن، این هر چند وقتی بار گلولای تهش مینشست. شهرداری تمام هر ماهی یه بار یا دو ماه یک بار یه 15 تا کارگر شهرداری می اومدن و اون جوب رو تمیز میکردن. خانوم های کوچه، خانوم ها، همسایه هامون هر یک ساعت و نیم براشون آب می بردن، براشون شربت می بردن، براشون میوه پوست می کردن، تو بشقاب می چیندن براشون می بردن. برای کار اون نیروی شهرداری ارزش قائل بودن. ما به اینا میگیم ناموس ایرانی، نه اون ناموسی که تو داری ازش دم میزنی که اومده به یک مرد دیگه متلک میندازه و توهین میکنه و شغل و حرفه این آدم رو زیر سوال میبره. این ناموس ما نیست، ناموس توه. اون خانمی که این حرف رو زد اگر میخواست الگوش حضرت فاطمه باشه، اگر میخواست الگوش زینب کبرا باشه، هیچ وقت تو توییتر به یک مرد دیگه همچین حرفی نده و حرفش رو زیر سوال نده، به تومی نمیکن. زن ایرانی ناموس شیعه این نیست، خیال برد داشته. ناموس شیعه اونا، ناموس شیعه کسیه که وقتی که میخواد جواب سلام یک مرد بده صداشو کلوفتر میکنه. اون زمانی که ناموس شما رو کرور کرور براشم بردن دبی، صدا در نیمد. کرور کرور دارن میبرن هنوزم ترکیه و کشورهای بالا، چرا صدا در نیمد؟ سر یه توییت
به ناموس تویی شد، یه آب میخوری، هی کلت رو اینجوری اینجوری میکنی و بعد تو دایه اسلام رو برداشتی، بعد برمیگردی به امید میگی که ما فکر میکردیم میشه با زبون تو رو هدایت کرد. نه بچه بشین تو برو جلو آینه، بعدن یک صدا تو یه بار خودت گوشون، تو هنوز صدات به سن بلوغ نرسیده پسر جان، تو هنوز صدات بچگانه هست، تو باید با مجید قنات بری جا قلقلی برنامه اجرا کنی، نشستی اومدی داری امید توهین میکنی، هیکلت گنده است، خیال کردی هر غلطی میکنی هر حرف میتونی بزنی. اول برس تو باید دوبلور میشدی پسر جان علی آقا، تو باید دوبلور برنامه ها و انیمیشن های برنامه کودکی برای بچه ها برنامه اجرا کنی، تو چه به کار سیاسی؟ من همون شب به امید جان گفتم، گفتم امید اگر این داره اینجوری صحبت میکنه مقصرش تویی، یا مقصرش تویی، تو به این جماعت اعتبار میدی، ارزش میدی، براشون حساب کتاب باز میکنی، اینا جنبشو ندارن، همینا برات شاخ میشن. ما بفهم بابا ظرفیت نداره، تو با اینا چه کار داری بزن؟ امید من تو با اینا چه کار داری؟ آخه اینجا این الان چه به دردت میخوره؟ رفته برنامه‌ش رو امید پنشه شده پاک کرده از تو یوتیوب، گفته بابا اینو برو کلیت بزن به نام خودت، برو بزن به نام خودت بگو من این کارو کردم، من باعث شدم که امید بره پاک کنه. ببین بعد شاخ شد بی ظرفیت این دیگه آقا جان، بی ظرف بی جنبه این دیگه. پس یادت باشه هر موقع خواستی بیای و در مورد امید صحبت کنی، اول یه نگاه به کوپنت کن علی آقا، بعد دو سه بار صدات اینجوری کن صدات کلوفت بشه، فکر نکنن مثلا یکی افر خود نگاه میزنه نابینا بود، فکر نکن یه بچه 7-8-10 ساله داره صحبت میکنه، بگن نه یه آدم بزرگه. بعد بیاشیم در مورد مسائل سیاسی صحبت کنم، حالا مثلا امید رو نقد کنم، توهین کنی توهین میشه. نفر دومی که میخواستم در موردش صحبت کنم خانم پروین زمانیه، همسر جان. یه برنامه ایشون ساخت، توی اون برنامهش تو تیترش نوشته بود که امید دانا بوغلمونه، میدونم رنگ، من یک مطلب رو نفهمیدم، بوغلمون کجا رنگ عوض میکنه؟ اصلا رو چه حساب برگشتی گفتی این بوغلمون رنگ عوض میکنه؟ آقا بوغلمون کجا رنگ عوض میکنه؟ تو اینقدر بی سوادی، واقعا اگر رنگ عوض میکنه به من بگی، خواهم بی سوادی، تو هنوز نمیدونی کدوم حیوان رنگ عوض میکنه، مثلا تو توی آفتاب پرست مثلا، یا مثلا یه مدل مارمورک هایی هستن که مثلا حالا بوغلمون. یه برنامه ساختی برای امید، من حداقل 50 تا کامنت برات گذاشتم تو اون برنامه، هم کامنت هم هست برید بخونید. گفتم خانم نکن این کارو، شما در اون حد، در اون اندازه، در اون جایگاه نیستی که بخوای امید دانا رو نقد کنی یا حتی بخوای افشاش کنی، نیستید شما کلن 8000 تا طرفدار داره، 8000 تا بیننده داره، یکیشم منم. یه مطلب خیلی جالب، من تقریبا 2 ساله که مشترک کانال ایشونم، فالو دارم ایشونو، به اون خدای احد و واحد تا به حال نشده یک برنامه ایشون از اول تا آخر گوش داده باشم. برنامه های رایت پور شده 3 ساعت 2 ساعت و نیم برنامه اشتاسم گوش دادم، امید که خواستن هیچ، مثلا آقای قاسمی رو گوش میدم، آقای امینی رو گوش میدم، ولی آقای ندیمی چند میشه همه رو گوش میدم، آزر افش گوش میدم، ولی نتونستم برنامه این خانم رو ببینم، اصلا دلم با این خانم صاف نبود، نمیتونستم کنار بیام، به دلم نمینشست. الان فهمیدم چرا، الان فهمیدم چرا نمیتونم برنامه این خانم رو ببینم، خانم محترم
شما سن و سالی ازتون گذشته، من نمیتونم به شما توهین کنم. شما میای میگی من شیعه هم، ادعای شیعه داری یا تصویر آقای خامنه‌ای رو میذاری روی تیشرته، تصویر آقای سردار دلها رو میذاری روی تیشرته، تو پیاده روی اربعین میری، نمیفهم پس چرا سر لغ برنامه اجرا میکنی و سر برهنه برنامه اجرا میکنی؟ این دوگانگی رو برای ما میشه شهر بدی توی برنامه؟ خب تو چرا این کارو میکنی؟ ببینید این خانم از کی شروع کرد دست و پا زدن، از کی اومد علیه برنامه برای امید برنامه اجرا کرد، زمانی که امید برای سنمانوشی برنامه اجرا کرد و از اسلام و داعش اینا صحبت کرد. خب یه مطلبی من خدمت شما میگم، شما پاسخ منو بدید. بابا امید جان برگشت گفتش که اسلام همون داعشه، تفکرات داعشه. این جمله اشتباهه؟ کجا این جمله اشتباهه؟ بابا خود داعشی ها همه خودشون مسلمان میدونستن دیگه. انشالله که دارم درست میگم. امید اگر من اشتباه دارم میگم شما توضیح بده، مثلا جواد اونجا اشتباه گفتی. این دین اسلام هر کشوری از این اسلام یه برداشت داشت، عربستان یه برداشت از این اسلام داشت، مالزی یه برداشت، ترکیه یه برداشت از این اسلام داشت، ایران هم یه برداشت از این اسلام داشت. خودم شد شیعه دیگه. خب که امید که طرفدار شیعه هست. شما طرف خانم زمانی، شمایی که اومدید نشستید گفتید امید نمیدن، آیا طرفدار اسلام داعشی؟ خب داعش از اسلام این برداشت رو داشت دیگه، سر بباره، آتیش بزنه، بکشه، قلقم کنه. اینقدر فهمیدنش سخته؟ امید گفت من اسلام و داعشی میدونم ولی از اسلام تشیع حمایت میکنم. این چیز خیلی جمله سخته، سنگینیه که نفهمیدید چی میگه امید، که داره تمام قد برای دین شیعه شمشیر میزنه امید. خب شطور به خدا فهمیدن این موضوع انقدر سخت نیست؟ شما خوب میدونید، نگاه کن تو کت من نمیره که شما نمیفهمید که حرف امید چیه. خوب میدونید امثال شما ها، امثال اون علی ها میان نگاه میکنن میگن ای بابا ما 40 ساله داریم تو این مملکت زندگی میکنیم و 4 تا انگشتر عقیق و فیروزه و سبز و زرد و قرمز تو این دستمون، 4 تا هم تو این دستمون داریم، موها همه یه بر، انقدر ریش، این یقه تا اینجا بسته، نهارتن 4000 نفر 5000 نفر پسره تو جزایر قناری 110,000 نفر فقط تو یوتیوب دارن دنبالش میکنن. سنگیده حسادت. خانم زمانی تو کامنت ها برات نوشتم گفتم اولی که اومدی برنامه بسازی امید جان دستتو گرفت اومدی بالا، 2/3 همون کسایی که تو کانال شما هستنم مثل منم طرفدار امیدم، عضو کانالتم. دیدی چقدر ریزش داشتی؟ الانم داری از اسم امید استفاده میکنی و داری برنامه میسازی. بس کن خانم جان، بس کن. شما مال این حرفا نیستی، شما در اون حد و اندازه نیستی. حالا مثلا یه نفر مثل آقای رایفی پور بیاد امید رو افشا کنه، من میشنم برنامه شو میبینم،
فکر میکنم نه شاید درست. یه نفر مثل مثلا آقای پناهیان، نفر مثل آقای دکتر عباسی، اینا بیان بگن آقا ما میخوایم امید افشا کنیم، برنامهشون دیدن داره. ولی تو آخه زشت نکنی کن. امید درست میگه به خود پدر ما رو حسادت در بود. این حسادت خیلی بده دوستان، حسادت خیلی بده. اگر این حسادت رو بذاریم کنار خیلی از مشکلاتون حل میشه. ببخشید تایم بالا زد، من سعی کردم خیلی 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 مؤدبانه صحبت کنم. امیدوارم که حرفای اشتباهی نزده باشم، برداشتم از امید درست باشه و امیدوارم که مثل کلیپ قبلی این کلیپ رو هم ببزن. همه دوستان عزیز به خدای بزرگ می سپارم. زنده باد.